درود خدمت شما آقای فرامرز دادرس، کارشناس و تحلیلگر اطلاعاتی از فرانسه. خیلی خوش آمدید به برنامه ما. پیشا پیشم شب چله رو به شما تبریک میگم. فردا شب چله است، به هر حال امیدوارم انار و هندونتون حاضر باشه. بعد امروز ما ضمن خوش آمد به شما میخوایم راجع به اصطلاح بازداشت و یا به اصطلاح آدم ربایی دیگه‌ای که جمهوری اسلامی کرده و آقای حبیب اسوید که البته اسم کاملشون هست فرج الله چعب که معروف به حبیب کعبی هم هستند، که ایشون رو در ترکیه، جالبه که ایشون ازدواج هم کردن، همسرم دارن، ولی گفته شده که توسط یکی از فرشته های نظام دستگیر شده، چیز شده، آدم ربایی شده، این آدم ربایی انجام شده. اگه شما بخواین راجع به این آقای فرج الله چعب، حالا که ملقب به حبیب اسوید هستن، بیشتر توضیح بدید و اینکه ایشون به هر حال از سیستم کارشون مشخصه که جزو تجزیه طلبا هستن و کسانی که طرفدار به اصطلاح جدایی اهواز از ایران هست یا استان اهواز، اونه که شما بیشتر اگه صحبت بخواییم بکنید ما سراپا باشیم. بفرمایید. خیلی لطف دارین. منم درود میگم هم به شما هم به بینندگان و شنوندگان این برنامه. از حضور شما این ماجرا اولا برای نخستین بار نیست که این مسائل اتفاق میفته در 42 سال گذشته، اما ما باید فرق برخی مسائل رو برخی اشخاص رو اینجا مشخص بکنیم. این آقا به گفته خودش بارها اعتراف کرده در مصاحبه‌هایی که داشت در رادیو تلویزیون‌های فارسی زبان در خارج، نشریات، رسانه‌ها، خودش را به عنوان رهبر نضال عربی یا هم چیزی معرفی می‌کرد و همون جدایی طلبان خوزستان و اینها گماشتگان عربستان سعودی بودند و یکی از پایگاه‌های تبلیغاتی اینها هم رسانه‌هایی است که خصوصاً در لندن با پول عربستان سعودی به اصطلاح راه انداخته شده و برنامه پخش می‌کنند. پایگاه تبلیغاتی ایناست. یکیش رسانه ایران انترنشناله، یکیش رسانه ایران فردا که بهتره بگیم عربستان فردا مال اون نوری زاده هست و رسانه های جانبی هم این ور اون ور هستن که با اینها گفتگوهای انجام میدن، مثل رسانه وابسته به ظاهرن به وهابی ها و سنی ها به نام کلمه. اینا تبلیغات رو اینها به عهده دارن. این آقا سال گذشته که در ماه فکر میکنم اپتام یا اکتبر بود و در رژه به عنوان سال روز پایان جنگ یا سال روز جنگ چیز بود ایران و عراق، اینها چند تا تروریست رو فرستادند و حدود 22 نفر رو اونجا که تعدادی زن و بچه هم تو اینا بود و اصلا تماشاچی بودن، نه مسئولیتی داشتن نه چیز دیگه، کشتن و با افتخار هم اومدن به عنوان جنبش عربی تجزیه طلبان خوزستان این رو عنوان کردن. بنابراین نیازی هم به اعتراف و حتی شکنجه و نمیدونم این مسائل هم نیست. اینا پیش یک سال پیش خودشون رو معرفی کردن که چه کسانی هستن، مورد تنفر کل مردم ایران هستن اینا. من کاری به رژیم ندارم، شما میتونید با رژیم، هر کسی میتونه مخالف باشه، ولی اینه که بره مردم بیگناه ایران رو به عنوان اینه که مخالف با رژیم یا میخواد براندازی کنه بکشه و در خارج هم بشینه و متاسفانه هم کشورهای که به اینها پناه دادن به عنوان پناهجو پناهنده
از این تروریست ها حمایت بکنن، من اصلا موافق این مسئله نیستم. جمهوری اسلامی هم تقاضا کرد از پلیس بین المللی و اعتراض کرد به اروپا، کشورهایی که اینا در هلند بودن، یکیشون در انگلیس بود، در سوئد بودن، اینها یک تعدادی هستن، و اعتراض کرد و تقاضای استرداد اینا رو کرد، ولی اینا اصلا گوش نمی کنن. توجه می کنید مسئله این است که این رو ما نباید به عنوان گروگانگیری و رو بودن و حقوق بشر رو از این بازی هایی که برخی این اپوزیسیون ایران در میارن که بگن خیلی دموکرات هستن و ادای دموکراسی رو میخوان، نه، این شخص رو بایستی به هر ترتیبی میکشوندنش به ایران و حقش کف دستش میذاشت. من از این اشخاص هیچ وقت من پشتیبانی نمی کنم. اما برای روشن شدن ماجرا، اون تحلیلی که من دارم، برای که من به ترکیه دورانی که با دکتر شاپور بختیار هم کاری میکردم در نهضت مقاومت ملی ایران، بارها به ترکیه سفر کردم، مدتها حتی گاهی بیش از یک ماه در اونجا توقف داشتم، در داخل ترکیه سفر کردم و برنامه هایی که اون موقع مبارزاتی که نهضت ملی مقاومت ملی ایران انجام میداد رو، بخشایش رو من وظیفه داشتم، مخصوصا بخشای اطلاعاتی یا نظامی. البته از این موضوع الان بیش از 30 سال، 35 سال، 40 سال داره میگذره. بسیاری از اون آدم هایی که اون زمان بودن الان در قید حیات نیستن، برخیشون هم ممکنه به هر حال این ور اون ور هنوز زنده باشن، من خبر نه، اگرم باشن دیگه خیلی باید پیر شده باشن. اصولا اینو اولش من مشخص کنم که کشورهای دیگر هم اینو در تاریخ اتفاق افتاده که گناهکاران رو، خلافکاران رو، جنایتکاران رو به دام انداختن، به دام انداختن آوردن. نمونه بارزش همین کشوری که همه میشناسیم در خاورمیانه به نام اسرائیل هست. اسرائیل تمام کسانی که یهودیان رو آزار و شکنجه و کشتن رو اینا از گوشه و کنار دنیا رو بودن و آوردن در اسرائیل به مجازات رسوندن. شما نمیتونیم ما بگیم که مثلا این محکومه، نه، آوردن دادگاهی کردن. این شخص هم با توجه به اینه که روح الله زم هفته پیش اعدامش کردن که بسیاری باورشون نمیشد که زم اعدام بشه، ولی من به شما از حالا میگم که اگر معامله انجام نشه و جمهوری اسلامی بخواد از خون اون 22 نفر بگذره، این 100% اعدام هست. همین حالا اعدامش میکنن، به اضافه چند نفرم، 4-5 نفرم همدست داشته. اما یه چیزی رو براتون بگم که چرا این گونه شد، یا الان بحث امروز این است که اطلاعاتی پخش شده که یک گروه خلافکار قاچاقچی، تقریبا میتونیم بگیم بین المللی، که در اروپا، در ترکیه، در ایران، در منطقه، در اروپا، در رومانی، برخی کشورهای اروپایی و حتی دامنه کارش تا آمریکا هم رسیده است، در این ماجرای رو بودن یا انتقال این شخص به ایران نقش داشته. این خیلی مسئله مهمی است و الان باعث شده که یه سری به خودشون بیان که خب جریان چیه. یا اینی که یه خانومی که نقش پرستو رو بازی میکرده، که یک لقبی است که داده میشه، قبلا در شوروی ها، روسا استفاده میکردن این مسائل رو، اصولا در اغلب سازمان‌های امنیتی استفاده از حالا به قول معروف پرستو، ماده و چلچله نر و هم گاهی آقایون استفاده میکنن برای به دام انداختن مقاماتی که زن هستن، یا برخی هم بیشتر خانم‌ها رو استفاده میکنن. این سابقه طولانی داره، این سابقه تاریخی داره، فریب دادن اشخاص، مقامات، نزدیک شدنشون، چیزی که سابقه شاید هزاران ساله تاریخی، نمونه های هم میشه در تاریخ پیدا کرد. اما این مسئله اینی که من هفته پیش که با شما گفتگو کردم در مورد آقای روح الله زم، یه بخش از عملیاتی که اسرائیلی ها انجام دادن و این الی کوهن رو فرستاده بودن سوریه، به شما گفتم که برخی عملیات اطلاعاتی زمینش پیش از اینی که اصلا بخواد
طرف یک شبکه تشکیل بشه، به محض که اینا احساس کنن که امکان داره یک شبکه، یک تشکیلات، یک جنبش، یک حرکت، نهضت به جایی برسه و خطرناک بشه، اینها کسانی رو در درون این تشکیلات وارد میکنن، یعنی نفوذ میدن. این یه چیزیست که در حقیقت تازگی نداره. از حضور شما اینطوری که الان دیگه اخبار پس از ماها بیرون اومده، حتی ترک ها هم مقامات ترکیه یک کلیپی رو از زمانی که این شخص وارد فرودگاه شده و اون خانومی که به عنوان پرستو نام برده میشه داره و نشون میده که مثل جریان جمال قاشقچی که در ترکیه به قتل رسید و ترک ها فیلم های خیلی زیادی از این داشتن که این وارد سفارت عربستان شده بیرون نیومده و بعدم میدونید که در یک تقریبا مناقشه که بین آقای اردوغان و دولت ایران پیش اومد که ایشون شعر عرس رو رفت خون در آذربایجان و اونم نفهمیده خون، چون اصلا معنی اون رو نمیفهمید به نظرم که این در رابطه با چی بوده، در رابطه با جدایی عرس از آذربایجان از ایران بوده و این فکر کرد که واسه مثلا اگه اینو بخونه آذربایجان ما رو هم باید بکشه بالا. به هر حال اولا این خانوم از خود اینها بوده، یعنی این خانوم هم از اعراب خوزستانه و سالها پیش بیش از 3-4 سال با این گروه النزال در رابطه بوده و مورد اعتماد اینها بوده و از خودی ضربه خوردن و همیشه هم شما میدونید که در این گونه موارد خیانت و آدم فروشی و در گروه ها و تشکیلات به اصطلاح مبارزاتی یا مخالف و اینها خودی ها هستن که بیشترین ضربه رو به اون تشکیلات میزن. بنابراین این خانوم مال خود اینا بوده. حالا جمهوری اسلامی موفق شده این خانوم رو به اصطلاح دوبله کنه از نظر کار اطلاعاتی. خب اینم در بسیاری از سازمان ها پیش میاد که میان یه ماموری رو، یک عامل سازمان رو دوبله میکنن. خب حالا این خانوم با این آقا نرد عشق میباخته از پشت اینترنت و قرار میشه که برن همدیگر رو ببینن در کجا، در یک کشوری که به اصطلاح ثالث بوده، ترکیه. اما این آقایی که کار به قول خودش جدایی طلبی و مبارزات مسلحانه هم میکرده که وابستگی داشته به سرویس های امنیتی اطلاعاتی عربستان سعودی، اینقدر شعورش نمیرسیده که ترکیه محل امنی نیست و بارها اتفاق افتاده که اونجا ایرانی ها رو ترور کردن، ایرانی ها رو روبودن و سابقه به اندازه عمر جمهوری اسلامی داره. این است که این آقا بلند شده و رفته اونجا و حتی به دوستان و هم پلکیاش که در همین جریان جدایی طلبی ضد ایران و خوزستان رو میخوان جدا کنم نگفته و بلند شده رفته اونجا و به دام افتاده و بردنش. اما نحوه بردن این جالبه که من بخوام براتون تشریح بکنم، چون شاید خیلی ها نمیدونن. مثلا بعد از جریان اختلافی که بین فاصله سخنرانی شعر خوندن آقای اردوغان در آذربایجان در باکو اتفاق افتاد و اعتراضات مردم ایران بیشتر و کمتر دولت ایران، یک باره اینا صحبت از دستگیری 13 نفر یک شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی کردن. من به شما بگم که اینا این شبکه جاسوس و کارمند جمهوری اسلامی نیست. من اینا رو در ترکیه دیدم از نزدیک. اینها شبکه های خلافکاری، قاچاق، بیشتر از قاچاق شروع میشه. قاچاق مواد مخدر، قاچاق آدم از اون ور مرز به این ور که خیلی سابقه داشت در ترکیه زمانی که ایرانی ها اومده بودن و انقلاب شده بود، همه فرار میکردن، پناهنده میشدن، هزاران، ده ها هزار، شاید صد ها هزار ایرانی در کشورهای خارج گریخته بود، مخصوصا ترکیه یکی از جاهایی بود که شما دیگه فقط اونجا همه تو خیابون فارسی صحبت میکردن
و جمهوری اسلامی هم در 42 سال گذشته موفق شد که در اونجا این نفوذ بسیار عمیق و زیادی داشته باشه و خیلی کارا رو انجام میده. خیلی ترورها رو 3 نفر از افسران وابسته به نهضت مقاومت ملی دکتر بختیار رو در اونجا ترور کردن. اون زمان داستان مال 35-40 سال پیشه، افرادی رو از مجاهدین ترور کردن اونجا از بزرگ شما و کسای دیگه که سیاسی. حتی الان هم یه اخباری میاد که مثلا فلان جوونی که مخالف اسلام بوده یا فلان جوونی که افشاگری میکرده علیه رژیم جمهوری اسلامی اونجا ترور شده، دزدیده شده. این چیزیست که اونجا داره به راحت اتفاق میفته و تا حد زیادی هم ترکیه هم تا جایی که به منافع ملی ترکیه و امنیت ترکیه بر نخوره چشمشو میبنده، بسته تا کنون همیشه. این گروه ها معمولا گروه هایی هستن که مرزنشینن. حالا این گروه که اصلا مال ایل شکاک بوده، همون ایلی که اسماعیل آقا سیمیت خود در زمان رضا شاه شورش کرده بود، مال اون ایله. اینا ایلات مرزی هستن و در غرب کشور هم، اینا در شمال غربی هم اطراف ارومیه هستند، در غرب کشور هم ایلات کرد هستند، برخی هم از آذری ها ترک های مرزی هستند، برای اینکه اینا اونجا رو میشناسن. شما اگر بخواید برین مثلا در مرزهای شرقی ما کاری انجام بده کسی، باید اونجا یا بلوچ باشه یا سیستانی زابلی باشه یا اهل منطقه باشه، یا در جنوب خوزستانی های عرب های خوزستان یا ایرانی هایی که در اونجا هستن، چون منطقه رو میشناسن. این منطقه تقریبا حساس تره برای اینکه بسیار از نقل و انتقالات رفت آمد های مرزی از این منطقه شروع میشه. بنابراین اینا یه ایلی هستن، یه خانواده بخصوصی هستن، اسمشون هم همه جا نوشته شده دیگه، گفتن نداره. و اینها خیلی هم سوادی ندارن، بچه زیاد دارن، از همون اول میفتن به کارهای خلاف. اما زرنگی اینا رو شما نگاه بکنید، اینها همیشه همیشه میشناسم اینا رو، برخورد داشتم در ترکیه و اینها، اینا همیشه مامورین دو جانبه و بلکه سه جانبه هستن. حالا چرا دو جانبه؟ اینها برای اینی که از پشتیبانی و اینی که مأمورین ایران، حالا ژاندارمری، پلیس اون زمان یا مأمورین اطلاعات ایران، سپاه، اطلاعات مزاحم اینا نشن، اینها اطلاع پیشاپیش با اینا همکاری میکنن. یعنی اون کسی که داره از ایران میاد بیرون میخواد بره ترکیه، پول میده به قاچاقچی، اینو بدونه که نامش رو همین گروه های قاچاقچی میدن به سپاه پاسداران و اطلاعات جمهوری اسلامی. حالا اگه نمیخواد بگیرش اطلاعات جمهوری اسلامی، برای اینکه ارزشی نداره براش و این طرف فکر میکنه یه پولی داده با زرنگی خودش رسونه ترکیه، الان هیچ کس نمیدونه. همونجا نام این شخص رو، من این مثال میزنم ملموس باشه، نام این شخص هم میده به میت ترکیه یا پلیس ترکیه، ارتباط دارن. یعنی این شد مأمور دو جانبه. اما گاهی بعضی اینا خیلی رندن، به آمریکا هم میفروشن. یعنی میفروشن که منظورم اینه که در ازای این سرویس و خدمتی که میدن، اینها هم یه خدماتی از اونها میخوان، میگیرن، بهشون میدن. بنابراین در اونجا این گروه نه کارمند دولت ایرانه، نه کارمند وزارت اطلاعات، نه کارمند ترکیه است، میت ترکیه است، نه کارمند سیاهی آمریکا نیست. این داره برای خودش خلاف میکنه، قاچاق میفروشه، آدم رد و بدل میکنه، جنس رد و بدل میکنه. این سازمان ها و این تشکیلات اطلاعاتی کشورها با اینها یه نوع قرارداد کاری دارن. مثلا اگر قرار آمریکایی و مقداری اسلحه بفرستن به یه جایی تو اون منطقه جابجا کنن، از این گروه ها زیاد هم هستن، از این تشکیلات خلافکاری. این نیست که مثلا بلنشن برن دنبال که مامورین CIA یا مگه خیلی مسائل سری باشه، و همینا یه پولی میدن، همینا هستن که با قاطر و نمیدونم اسب و اولاغ مسائل جابجا میکنن میبرن. این براش فرق نمیکنه، پوله رو میگیره میبره این جنس رو یه جا تحویل میده. حتی دامنه نفوذ این گروه هایی که در ترکیه هستن، بیشترشون داخل ترکیه، کردستان، مرز کردستان عراق
کردستان ایران و آذربایجان ما هستند. اینا با هم همش در اونجا مشغول این خلافکاری. گاهی پای اینا کشته میشه به اروپای شرقی مثل رومانی، چون در رومانی گروه هایی که در رومانی هستن، این گروه هایی که در رومانی هستن، اینا هم کارشون جالبه، برای اینکه اینا بیشترشون میدونید که در رومانی یه سری کولی هستن. ما اینجا در فرانسه به اینا میگیم ژیتان، خود فرانسه هم یه سری ژیتان داره. اینا همون به اصطلاح یا کلن به اینا میگن رومانی. اینا بیشتر تو کار اولا اینا یه حکومت در رومانی، حکومت جمهوری و رئیس جمهور و نخست وزیر اینا داره، ولی اینا یه شاه دارن در رومانی. این کولیا یه پادشاه دارن و همونطوری چیز میشه به اصطلاح موروثی، هم جانشین میره پسرش میاد. اما اینا کارشون خلافکاره. اون شاه فکر نکنید مثلا فلان شاه فلان کشوره، نه، این شاه دزداست، شاه قاچاقچیاست، شاه خلافکاراست. اینا در این حد این سیستم رو دارن، خیلی هم با وضع بسیار خوب، پولدار، ساختمان های خوب، ماشین های آخرین سیستم، ولی خب خیلی کولیوار زندگی. ببینین این خودش اعتراف کرده خانم، این بارها اومده در تلویزیون های خارج از کشور و این حرکت رو به عنوان مبارزه، و متاسفانه بی بی سی، ایران انترنشنال، منوتو، نوریزاده و همه این زاده ها که زادگان عربستان سعودی هستند، این رو به عنوان یک حرکت ملیگرایانه و مبارزه با جمهوری اسلامی گفتن. این اصلا نیاز دیگه به دادگاه نداره، خودش اعترافاتش رو در محیط آزاد در کشورهای اروپایی کرده و قشنگ هم گفته که ما رفتیم اهواز زدیم، فلان لوله نفت رو منفجر کردیم، فلان لوله گاز رو منفجر کردیم، فلان کس رو ترور کردیم، 22 نفرم که آخرین شاهکارشون بوده که ترور کردن. دیگه خودشون گفتن اینی که فردا بخوان اینو محاکمه کنن و برگردن بگن شکنجهش کردن، ناچارش کردن، این روزنامه نگار بود، این مدافع حقوق بشر بود، اینا همه الکیست. یه تروریسته و یه گروه تروریستی است که جمهوری اسلامی چون موفق نشد از طریق قانون، قوانین بین المللی، پلیس بین المللی، قوانینی که ضد تروریست هست در کشورها، این شخص رو تحویل بگیره. و یک اینا این هم پالاکیایی هم داره، هنوز در هلندن، در اروپا هستن، در دانمارکن، در سوئد هستن، در عربستان سعودی هستن، در آمریکا هستن، اینا همه جا پخشن. نتونست بگیره، خودش استثنان این کار رو نه تنها پس از این جریان شروع کرده، این زودتر از اینها چند سال پیش این خانوم رو آماده کرده داخل اینا، و این آقا رو که رئیس این گروه هم بود، حالا دیگه نیست، عوضش کردن، به آورده ترکیه. و همونطور که عرض کردم الان یه سرصدای راه انداخته، این سرصدا بی خوده، گروه نمیدونم جاسوسان جمهوری، اینا جاسوس جمهوری اسلامی هستن، اینا خلافکارای اروپا هستن که برای همه سازمان‌های اطلاعاتی و هر کسی پول بده این کار رو انجام میدن. من می‌خواستم این شک و شبهه رو از بین ببرم که سیستم اینا چگونه است. هر چی در مورد سیستم اینا بخواید من میدونم، خیلی کارا میکنن اینا، پاسپورت درست میکنن، نمیدونم، اما فکر نکنید میرن دستگاه چاپ پاسپورت دارن، نه، چنین چیزی نیست. اینا همه رو با رشوه حل میکنن. تو خود ایران اداره گذرنامه اینا دست دارن، پول میدن پاسپورت میگیرن، برای اینکه نمونه هاش رو دیدم. تو عراق دست دارن، تو ترکیه دست دارن، تو رومانی دست دارن، پاسپورت میگیرن. الان منتها مشخص شده که این گروه به خصوص که از کردهای شکاک، ایل شکاک هستن، و اون مسئول اصلیشون هم، این گروه به خصوص گویا در قتل اون قاضی منصوری هم دست داشتن در رومانی، یعنی اینا بودن که خودکشوندن اون قاضی رو، و جای دیگه نمونه هایی دیده. و الان رهبر اینها اون آقا رفته توی ایران، داره در ارومیه زندگی میکنه، اونجا برای خودش خیلی تشکیلات هم داره. چون یه گزارش مفصلی با عکس، میبخشید اون آقایی که در ارومیه زندگی میکنه کیه اسمش؟ الان اجازه بدیم من از روی، چون این همه آدم هایی که نمیتونم من حفظ کنم، ببینید 13 نفر به نام ناجی شریفی زیندشتی، اینا پدرشونم، پدر بزرگشونم از نزدیکان و از به اصطلاح تفنگچیای اسماعیل آقا سیمیتخو بوده در
تو دوران رضا شاه که تازه اون موقع سردار سپه بوده، این تابعیت ترکیه داره و الان هم رفته در ایران، اونجا هم هیچ کس باش کار نداره، خیلی هم دارن نگهداریش میکنن چون به هر حال این ارتباطاتی داره، از اونجا داره شبکه رو هدایت میکنه. و اجازه بدید من یک گزارش بسیار مفصلی است که در روزنامه های آمریکایی اینها چیز شده با عکس و تفصیلات، این نیست که اگر ایرانی ها یه سری چیزا میارن بگن از اونجا برداشت کردن، مال خودشون نیست. جنبش عربی چیز، حالا این خانم به نام صابرین سعیدی نام داره، حالا اگه اسم واقعیش این باشه، یه بار در ایران ازدواج کرده در همون با خود همون همشهریاشون و بعدم اومده بیرون، اومده لندن، بعد اونجا با یه کسی دیگه ازدواج کرده. اینا همه جز اون گروه هستن، یعنی خودیه. خب این خانم صابرین سعیدی عضو یکی از خانواده عرب اهوازی است که بسیاری از اعضای این خانواده این خانم رو جمهوری اسلامی به خاطر تجزیه طلبی و خرابکاری و تروریست اعدام کرده، یعنی فامیلاش اعدام شدن، این داره برای اونها همکاری میکنه. با یکی از پسر عموهاش در اهواز زندگی که ازدواج کرده و بعد از اون جدا میشه، دوباره میاد در چیز با یکی دیگه از اقوامش در سال 2017 ازدواج میکنه در انگلیس، حرکت النزال العربی التحریل الاهواز، و این جزو همین آقای حبیب اسیود بوده. پس یعنی اینا یه مشکل نبوده، خودی بوده به قول فرمایش شما، اصلا خودشون بوده، بستگان خود این گروهه. عرب اهوازی است، خانواده شماری از نزدیکان، حالا برادرش، پسر عموش، اینا رو خود جمهوری اسلامی در این چند سال اعدام کرده. حالا اینا در انگلیس به یه مشکلاتی برمیخورن، دولت انگلیس اینا رو اخراج میکنه. منتها عرض کردم به شما اینا در هلند هستن، در آلمان هستن، در سوئد و حتی دانمارک دیده شدن و این خانم میشه مسئول تلویزیون اهوازنا، تلویزیونشون هم پوش سعودی ها میدن و مسئول تلویزیون میشه همراه همسرش با نام شاعر ام محمد الترفی ترفی در شبکه اهوازنا بزرگ شده. کارمند خودشون بوده، مثلا ربطی ایران تونسته اینو این شخص و این خانم رو جلب کنه براش کار کنه، حالا تطمیش کرده، تهدید کرده، هر کاری کرده، کار سازمان‌های اطلاعاتی، یعنی نشوندنده نفوذ جمهوری اسلامی در این گروه ها هست. یه چیزی که ما نمیتونیم ایراد بگیریم، چطور آمریکا، روسیه، نمیدونم تمام کشورها نفوذ دارن، خب اونا هم دارن، باید واقعیت رو بپذیریم، نمیتونیم که همینطور چشم بسته مثل اپوزیسیون بیم همه رو محکوم بکن. آقا اینو دزدید، نمام زم و اینطوری کرد، این زم رو الان یه سری راه افتادن که این ژورنالیست نابغه قرن بوده، یه آدم عقب افتاده ذهنی که میگه من خورشیدم، من دنبال فالبین و رمال نمام یهودی و از این چرندیات بوده. آقا شما نگاه کنید اینا رو، گوش نکنید به این مسائلی که در این رادیو تلویزیون ها، رسانه های فارسی زبان وابسته به خارج، یه سری میان چرندیات اونجا پخش میکنن، واقعیت چیز دیگری است. خب این یه شخصی که آقا قاتل رهبر گروهی بوده که 22 نفر آخرین تلفاتی که به مردم وارد کردن 22 تا کشته بوده. خب فعالان اهوازی، این مربوط اصلا به ایرانی نیست، این یک گزارش بسیار بزرگی است در رسانه‌های خارجی، میگن برای تکمیل پرونده فرزندانش و آوردن آنها به لندن بارها به عراق سفر کرده و در آخر نهادهای اطلاعاتی بریتانیا به این مشکوک میشن و نمیدونم اینو به اصطلاح ردشون میکنه، از اونجا اخراجشون میکنن. شما نگاه کنین شخصی به نام سعید حمیدان رئیس فعلی حرکت النزار، یعنی به جای این آقایی که دستگیر کردن، این شخصی است به نام سعید حمیدان. این در مصاحبه روز 15 دسامبر، ما امروز چندم، 19، 4 روز پیش، 4 روز پیش در مصاحبه با العربیه گفته،
که صابرین سعیدی به همراه شوهرش در لندن اقامت داشته و بریتانیا او را در دسامبر 2018 اخراج کرد. در مورد ربایش حبیب آسیبت نام یک پرستوی دیگر هم مطرح شد به نام شهلا زبیدی. اینم عربه، فامیلیشو نگاه کنید، اینم از خودشونه. یه پرستوی دیگه هم دارن، این دومین پرستو، ممکنه پرستوهای دیگه هم باشه که هم مطرح شده که پس از جدایی اسیوت از همسر اولش به نام هودا هواشمی، اینا همه عربن، نامها نشون میده، با او در سوئد ازدواج کرد. گفته شده که شهلا زبیدی هم توانسته اطلاعات بسیار زیادی از این جنبش کسب کرده و پس از آن اعضای جنبش را به سرقت اموالش متهم، دیگه این اختلافات داخلی خودشون و زن اول و دوم تو سر هم کوبیدن و این گزارش در اسکای نیوز پخش شده. نه ایرانی ها نداشتن این اپوزیسیونی. بعد اونجا دیگه برمیگرده به اون باندای قاچاق مواد مخدر که برای کشورهایی که مثل به هم برای ترکیه کار میکنن، با شما عرض کردم اینا دوبلن، برای هم هر دو کشور کار میکنن و هر دو کشور هم میدونن که اینا که از اینا استفاده میکنن. آقای دادرس، اگه شما بخواین یه مقدار راجع به مسئله دبل استانداردهای مجامع بین المللی راجع به مسائلی مثل صلح و امنیت خاورمیانه که اینجور افراد رو بازی میدن، یعنی یا به اصطلاح مطرح میدونن در برای حضورشون در یک همچین جلساتی، کسانی که در حقیقت هدفشون یا رفتارشون برهم زدن صلح و امنیت در خاورمیانه است، یعنی همین گروه الاحوازیون، چطور میشه که مثلا کشوری مثل آمریکا در نشستی که تو لهستان برای به اصطلاح صلح و امنیت خاورمیانه بوده یه همچین هماهنگی‌هایی میکنن، یه همچین افرادی رو، سرکرده های یه همچین گروه های تروریستی رو به اونجا راه میدن تو اون جمع خودشون که به اصطلاح بخوان جمهوری اسلامی رو محکوم بکنن، یا اینکه نیت فراتر اینها همون ایجاد تخریب دراز مدت ایران و تجزیه ایرانه وقتی یه همچین افرادی رو بازی میدن در زیر تیتر غلطی به اسم صلح و امنیت در خاورمیانه، با اینکه صلح و امنیت خاورمیانه رو یه همچین گروه های تروریستی به هم میزنن و اینها بیشتر با اهداف دراز مدت اسرائیل، فکر نمی کنید که همخوانی داره قدرت بخشیدن به یه همچین گروه هایی؟ بفهم. دقیقا. ببینید، شما یه مسئله رو اینجا تفکیک کنید. این حتما دلیل بر این نیست که مثلا اگه آمریکا یا برخی کشور اروپایی این اشخاص رو بازی میدن، به بازی میگیرن، هدفشون مثلا نهایتا نابودی ایران و از این حرف. نه، ببینید، این رو فعلا با این گروهی که سر کار در ایران جمهوری اسلامی، من منظورم بود که ضربه زدن به جمهوری اسلامیه، ولی هدف دراز مدتشون میگم میتونه. نه ببینید، فعلا هدف ضربه زدن به جمهوری اسلامی. خب مسلمه جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت در ایران داره کار میکنه، یعنی سر کاره. ضربه‌ای که به حکومت بخوره، خانه‌ها این ضربه منتقل میشه به ملت، به مردم، به منافع کشور. این چیز طبیعی است. اما مسئله مهم این است که همون کنفرانس لهستان که شما صحبتش کردید، دوباره هم گفتین، ببینید اون کنفرانس لهستان وقتی تشکیل شد که ناکام و اصلا مشخص هم بود، به تحریک اسرائیل بود، یعنی اصلا اسرائیل بود که این کنفرانس را انداخت. اما دو گروه ایرانی به طور خیلی شدید رفتن اصلا اونجا، یه نوع میتونم بگم لشکرکشی کردن که بتونن وارد این کنفرانس بشن، حالا به عنوان شاهد، سخنران، مشورت دهنده اون تو، که راشون ندادن. یکیش رضا پهلوی بود، خیلی جوش زد که برای که مطرح بشه، یعنی بگن مثلا شاهزاده رو آمریکایی ها قبولش کردن. یکی هم مجاهدین بود. خوشبختانه هیچ کدوم اینا رو هم راه ندادن اونجا، چون اونا اصلا ارزشی برای اینا قائل نیستن. ولی چرا آمریکا،
چرا اروپا، حالا فرانسه که سالها چند ساله که مجاهدین اینجا ریخت بیرون، اینا رفتن آلبانی همشون، فقط یه مش پیروپاتالاشون موندن توی غرب پاریس خارج از شهر، اون دیگه کارش هم نمیشه، اونا هم همش در حال مردن هم. الان هم در کمپ اشرف سوم، زندان اشرف سوم در آلبانی، هفته دو نفر فعلا دارن با کرونا میمیرن، در ماه 3-4 نفر با سکته قلبی و مرضای دیگه دارن میمیرن، اون هم داره تموم میشه. اما مسئله مهم این است که این گروه ها رو ازش سوء استفاده میکنن، برای اینکه بحران بین آمریکا، اروپا و ایران و اسرائیل حل نشده. این گروه ها تا زمانی که بحران هست اینا از این ارتزاق میکنن، تغذیه میشن. خب اینو اونا هم دارن، اینا هم دارن. مگر جمهوری اسلامی توی خاورمیانه گروه های تروریستی نداره؟ گروه های عملیاتی نداره؟ داره، از سوریه و لبنان تا یمن گرفته و عراق و کل منطقه اینا رو دارن. همه اینا به خودشون اجازه میدن که این مسئله رو به عنوان حقشون یا به عنوان، ببینید دولت ها یه چیز ظاهری است، فرانسه، اروپا میان کراوات میزنن، از حالا که فعلا کرونا ویروس دیگه این کارا رو هم بهشون اجازه نمیده، جمعشن و از پشت چیز جمع میشن از راه دور، اما می اومدن ظاهر کار دموکراسی، حقوق بشر، حله اینطور اونطور خیلی خوب بود. امروز اینها پشت پرده همین گروه ها، یعنی کارشون برخی سازمان های اطلاعاتی غربی آمریکا گرفته تا هر جایی که هست. فکر نکنه اینا مامورای خودشون میفرستن، نه، از همین اوباش عرازلی که در سطح دنیا به عنوان گروه های قاچاق هستن، شما از خاور دور بگیرید تا آمریکای جنوبی تا آفریقا، مگر تاریخ اگه خونده باشید میدونید که دارن با این گروه ها بازی میکنن. این تشکیلات مافیایی مورد استفاده اینا قرار میگیره و یه بیزنسی است، یه به اصطلاح یک تشکیلاتی است داره میچرخه. این خارج از دولت هاست، این دولت های پشت پرده است، دولت های سایه، و همینا میگن که یه سری کارا رو خارج از اصول اداری و به اصطلاح قانونی و نهادهای قانونی و شناخته شده دنیا انجام میدن. این چیز طبیعی است، و آدم کش استخدام میکنن، آدم میفرستن میکشن. خب جمهوری اسلامی هم وارد این بازی شده، بازی بزرگ. ببینید در دوران شاه، شاه کاری به این چیزا نداشت، خودش ممکن بود قربانی بشه اما دیگه با دیگران کار نداشتن، یعنی بخوام در سطح بینون. اما جمهوری اسلامی از زمانی که اومده میگه منم بازی، در این سطح وارد شده. خب مسلما بایستی با گروه های خلافکار، با آدم کش ها، مگه جمهوری اسلامی با بن لادن و با داعش و با طالبان اینا همه اینا ارتباط داشتن، همون ارتباطی که آمریکا داشته اینا هم داشتن. خب مسلمه که در نهایت به ضرر ما تموم میشه، ملت ایران به ضرر منافع ملی ایران تموم میشه، وگرنه تو اینجا چه شما تو این ایرانیایی که به عنوان اپوزیسیون، نه همشونا، اینا حاضرن همه چیشونو بدن که فقط گماشته و نوکر آمریکا باشن و اسرائیل یا غرب یا برخیاشون هم روسیه و چین، که اینا رو مثلا بگن بله آمریکا گفت فلان کس خوبه دیگه رفت اونجا، دیگه الان میشه شاه ایران، فرمان روای ایران هستن. آدم خودفروش ما کم نداریم. بفرمایید، من به شما گوش میکنم. سپاس از توضیحاتتون. آقای دادرس، اگه برگردیم به این دستگیری، حالا بگیم فرمالیته و یا دستگیری که واقعا جدیه در مورد کسانی که در ارتباط با روبوده شدن آقای چعب در ترکیه دستگیر شدن، دولت ترکیه واقعا چه عملی میتونه انجام بده برای در حق اینا اگر جرم های دیگه ای نداشته باشن؟ نهایتش اگر اینها ایرانی باشن به ایران دیپورتشون باید بکنه یا چه کار باید بکنه فکر میکنید؟ و اینکه از نظر قانونی من منظورمه، و اینکه این افراد به اصطلاح بعضی هاشون حتی گفته شده که در قتل آقای
مسعود مولوی و همینطور آقای سعید کریمیان صاحب شبکه تلویزیونی جم تی وی دست داشتن و اینکه مسئله آقای چعب که الان در ایرانه اگر اعدامش بکنن یا حتی در زندان همچنان نگرش دارن چه ضربه‌ای میتونه به این سیستم و ساختار الاهوازیان بزنه، یعنی تو عمل کردشون یا به هم خوردن سیستم کاریشون، چون که افراد دیگه هم تو این لیست هستن از آقای زمان سلیمانی، همون سعید حمیدان که شما فرمودید، یعقوب نیسی، ناصر نیکان، حتی یه خانمی به اسم خدا حواشم و عادل نیسی، آره زن اول این بوده دیگه، بله حبیب نیکان، باز احمد نیسی، یعنی نه حتی فامیلیاشون معلومه که خانواده‌شون فامیلن یه طوری نسبت خانوادگی دارن. اونه که اینا تا چه حد میتونه متزلزل بشه، یعنی این گروه با دستگیری آقای فرج الله چعب؟ بفهمید. خب ببینید شما، این چند تا سواله، کوتاهه ولی چند تا. اولا دولت ترکیه با اینا چی کار میکنه؟ قوانینی که خود دولت ترکیه داره، خب بستگی داره اینا تا چه اندازه متهم بشن، در چه رابطه متهم بشن. آدم ربایی با آدم کشی فرق میکنه. خب مسلمه که یه گروهی مثلا 5 نفر رفتن همه با هم همدست یه شخصی رو انداختن پشت ماشین رو بردن، خب یه جرمی داره، جرمش هم خیلی سنگین نیست دیگه، وقت تقسیم بشه حالا چند سالی مثلا زندان. اما اینی که شما میگید که اینا در کشتن کریمیان دست داشتن، به خصوص حالا مولوی رو من نمیدونم، ولی در مورد پرونده کریمیان همون زمانی که این اتفاق افتاد، جم تی وی من تحقیق میکردم و چند تا مصاحبه هم در موردش انجام دادم، اطلاعات نسبتا موثقی از نزدیکان آقای کریمیان داشتم. اینو همون زمان پلیس ترکیه این گروه رو متهم کرد، این گروهی که امروز متهم شده که رهبرشون الان رفته فرار کرده رفته ایران مدتیه، که ملیت ترک هم داره، اینا همهشون 2 ملیتی هستن، از بزرگ حتی بعضیشون ملیت اروپا رو دارن، کشورهای اروپا رو، چون امکانات مالی دارن که بیان ملیت هم بگیرن با سرمایه گذاری غیره. این در زمان قتل کریمیان اینا رو گرفتن، یه سریشونو پلیس، این تازه نیست که تازه کشف شده باشه، تحقیق کردن، مدتی اینا بازداشت بودن، تحقیقات انجام شد، ظاهرا پلیس ترکیه یعنی قوه قضاییه ترکیه گفت ما دلیلی برای متهم کردن اینا و دادگاه بردن اینا نداریم، دلیلی ظاهرا پیدا نکردن. حالا این دلیل خواسته بوده یا ناخواسته من نمیدونم، اینو یا همون زمان هم اعمال نفوذی شده باشه، چون اینها هم با پلیس ترکیه با مقامات ترکیه در ارتباطن، در حتی مقامات بالا اینا رشوه میدن. مثلا شما اگه بالا اون موقع که من داشتم اینا رو میگفتم، داستان اینا در ترکیه، اینا سرمایه گذاری دارن، دانسینگ دارن، کلوب دارن، رستوران دارن، هتل دارن، خیلی چیزا دارن، حتی کارخونه دارن بعضیاشون، و اینها اون به قول معروف سیبیل مقامات ترکیه هم چرب میکنن، همونطور که در ایران هم ارتباطات بسیار نزدیکی با سپاه پاسداران، با وزارت اطلاعات، با برخی مقامات ایرانی دارن. این ارتباطات منجر به دادن خدمات، سرویس، پول، کادو، هزینه‌های برخی کارا میشه، به این صورت خواستم اینا رو خدمتتون عرض کنم. بنابراین یه بار اینا رو گرفتن چند سال پیش، ثابت نشده، امروز هم باید، خب ترک ها الان این فیلم رو آوردن که خب این گروه اینو بردنش دادنش ایران، خب یه خلافه دیگه، جرمه، ممکنه فقط در همین مورد اینا رو محاکمه کنن ظاهر کار، بعدم دیگه سرصدای بلند نمیشه که مگر اطلاعاتی که ترک ها در کشته شدن آقای جمال قاشقچی داشتن و با عربستان حل کردن مسئله رو، بله با چند نفر رو اونجا دستگیر میکردن، قاتل بودن، اینا سوار هواپیما شدن فرار کردن رفتن عربستان، با تبانی هست. اینه که مسائل
مخصوصا با بودن این نوع حکومت در ترکیه و شخص آقای اردوغان، این مسائل پشت پرده سیاسی بیشترش حل میشه و فراموش میشه. شما نگاه کنید، یا آقای مرد گفتن نخستین رئیس دانشگاه نمیدونم جهان بوده ایران، از این حرفا. خب حال بوش سر و صدا اینها، بعد این چیز رو گرفتن نمیدونم النزال رو دستگیر کرد، اون فراموش. روح الله زم کشته شد، اون همه فراموش. در کشور ما اخبار داره به صورت لحظه‌ای مردم ایران دارن زندگی میکنن. تا اومدن برای اون یکی هفتم و چهلم بگیرن، کی بود؟ آقای خواننده بود، آقای شجریان. اصلا چهلمش روزای اول مردم ایران چه کارا میکنه، خسرو آواز و فردوسی و از این حرفا، بعد اصلا فراموش شد. شما نگاه کنید در دو سه هفته پیش چه اتفاقاتی در ایران افتاده، همه فراموش شد. فعلا رولای زمه تا یه خبر دیگه در بیاد. محسن فخری زاده چی شد، ابر دانشمند ایران، همه فراموش شد. میدونید سرعت اخبار و اتفاقاتی که میفته در منطقه، در جهان، در ایران بی ساخته است. اصلا چیزی روی سایت های خبری نمیمونه، بلافاصله جایگزین میشه میره. هیچ، یه معامله انجام میشه، اینا ارتباطی دارن، تموم میشه. برای که یه زمانی هم ترکیه میخواد یه کاری بکنه، مثلا در منطقه میخواد در سوریه یه عملی انجام بده، موافقت دولت ایران رو میخواد. الان هم که آقای پوتین در یه مصاحبه که الان 16-17 ساله مصاحبه امنیتی میکنه، چند روز پیش 4 ساعت و نیم مصاحبه میکنه، البته از راه دور به خاطر کرونا، چقدر از آقای اردوغان تعریف کرده پوتین، یعنی اصلا داره بادش میکنه. اینا همه مهمه. 4 ساعت صحبت کرده، کلی از آقای اردوغان تعریف کرده، حتی در مورد پناهنده شدن دونالد ترامپ با آمریکا و خانوادهش صحبت شده. شما نگاه کنید چه چیزایی داره میگذره. 45 رئیس جمهور آمریکا آخرش میره بره روسیه پناهنده بشه، مثل ادوارد اسنودن بشه مثلا. شما نگاه کنید. بله، اتفاقات سیاسی خیلی یعنی متفاوتی داده رخ میده در گوشه کنار دنیا. و به هر حال این دستگیری آقای چعب هم به هر حال امروز به هر حال خبرش مشخص میشه دیگه، چون بعد از همین مسائل کرونا ماه نوامبر ایشون رو دستگیر کردن، یا ماه دقیقا ایشون رو حدود زمانی که دستگیر کردن ایشون رو کی دستگیر کردن؟ الان یه مدتی که 27 دستگیر شده نگفته بودن، میدونی اینا اعلان نشده بود. الان من یه مطلب خیلی طولانی است در این مورد و بعضی رو من یادداشت کرده بودم. نه، چون تو ویدیویی که نشون میده CNN مشخصه بعد از مسئله کرونا، چون آقای چعب به اصطلاح 9 اکتبر، بله، این آقا 9 اکتبر میره ترکیه در یک ملاقات عاشقانه، فرداش دیگه در یه پمپ بنزینی 80 کیلومتری فرودگاه اونجا خلوت بوده احتمالاً، بعد میان بیهوشش میکنن و دست و پاش هم میبندن، چون مثلا پلیس ترکیه ردگیری کرده. بعضی دوربین آخه بعضی جا دوربین دارن دیگه، همه جا خیلی ها ردگیری کرده که اینا رفتن از فروشگاه یه بندای پلاستیکی خریدن، تنابای پلاستیکی، که اینو دست و پاشو ببندن، همه جاشو ببندن که حرکت نکنه، ببرنش تو ایران تحویلش بدن. آخه اینم یه نکته شک آوریه. چرا باید مثلا یه کسی که میره تناب بخره تو ترکیه فیلماش آماده باشه؟ دست دقیقاً مثلا آخه گوش کن خانم، تناب خریدن که جرم نداره، مردم میرن خیلی چیزای دیگه هم میخرن تو فروشگاه، منتها چون این وقتی که موقعی که میافتند به جونه یک برنامه‌ای سیستم‌های امنیتی، بعد ردگیری میکنن. الان تمام کشورها، اغلب کشورهای شما برین لندن،
بیش از 90% لندن توش دوربینه، یعنی شما جایی نیست که برید. در مسکو همینطوره، در همین پاریس همینه، فقط کافیه بگن که در فلان تاریخ یه شخصی از یک خیابونی از یک متروی رد شده، میرن بلافاصله اون فیلم ها رو میخونن، نگاه میکنن، توش در میارن دیگه. آقای دادرس، شما اشاره نکردید که دستگیری این شخص چه تأثیری در دراز مدت میتونه آها. به اینو خب مسئله گفتم، شما یه دفعه سه چهار تا سوال با هم کردید، حق با شماست. اولا به نظر من اینطوری که ما داریم میبینیم، هیچ یک از مخالفین جمهوری اسلامی که به عنوان اپوزیسیون، یعنی میشه بهشون مثلا گفتش که اپوزیسیونن، چه از راست تا چپ، چه از فعال مسلح گرفته جدایی طلب تا فعالین معمولی بدون آزار، نشون دهنده نفوذ جمهوری اسلامی در اینا هست. اینا تو رخت خواب اینا هم نفوذ دارن. من نمیتونم آخه بعضی چیزا رو بگم، چون هم بر خودم دشمن میتراشم که تار کردم، و همینی که شاید بعضیا بگن میخواد فلان کس رو تخریب کنه. نه آقا، باور کنید تو رخت خواب اینا حضور دارن. خب اینا نمونهش، دو تا پرستو، سه تا پرستو، این زن اول، زن دوم، اصلا شما نمیدونید چه بلبشویه. خب این حرکت النزال تموم شد، مرد، تموم شد. میتونن یه کسایی رو سعودیا پول بدن بفرستن بمب بذارن، بفرستن لولای نفت رو منفجر کنن، همین کاری که به وسیله اینا میکردن دیگه، کلی لولای خطوط لوله نفت در خوزستان همینا بودن منفجر میکردن. مگر همینها پول ندادن به ریگی گروهی رو راه انداختن که سر بریدن در بلوچستان؟ خب همون ریگی اصلا ربطی به آمریکا نداشت. همون موقع جمهوری اسلامی و خیلی ها شایع کردن که آمریکا اینو درست کرده، چون در صدای آمریکا یه خبرگزار صدای آمریکا اومد با ریگی مصاحبه کرد، گفتن کار خودش داره، اینو لانسش میکنه، تبلیغش میکنه. در صورتی که بعدها مشخص شد کسی که ریگی رو اداره میکرده یه مأمور اسرائیلی بوده مال موساد که خودش آمریکایی معرفی کرده. یعنی ریگی فکر میکرده برای آمریکایی‌ها کار میکنه، درسته که برای اسرائیل کار میکرده. خیلی مسائل مطرح است توی کارهای اطلاعاتی. خب این پول کی بوده؟ پول سعودی بوده اونجا کار میکرده، آدم کشی میکرده، الان هم همینه. خب این ادامه داره، ولی به نظر من این حرکت النزال نفوذ درش هست. یعنی فکر نکن جمهوری اسلامی تموم شد تو النزال. جالب اینه که کسی اگر در یه همچین حرکتی، اینا میان بشینن بحث کنن که آقا اشکال کارشون از کجا بوده دیگه، کجا لو رفتن، کجا نقطه ضعفشون بوده، خودیان فامیلن. شما نگاه کن، طرف معلومه با دو تا زنش اختلاف داشته، یعنی زناشون با هم، خب یه نقطه ضعفی است به درد جمهوری اسلامی میخوره. کافیه با یکی از این زنها تماس بگیر از این جایی، تمومه، اطلاع میدن دیگه، با خبر میشن دیگه. بسیاری از مشکلات این گروه ها درون گروهیه، باور کنید. نمیتونم بعضی رو بگم، شاید خیلی هم به اصطلاح جالب باشه، اما آخه دیگه شاید مردم مثلا نتونن باور کنن که فلان شخص از رخت خوابش هم خبر دارن. دیده شده نموناش، وقتی طرف نفوذ میکنه مسلم بدونه، عکس هم داره، فیلم هم داره، همه این چیزا رو داره. خیلی از اون بالا بالا هاشون ها که خیلی ادعاشون میکنه، و اینکه این کاری که اینا دارن میکنن که اپوزیسیون نیست، این که مبارزه نیست، که فقط به دنبال پولن، از یک کشور خارجی پول بگیرن بشینن پشت رادیو تلویزیون ها هم خودشون مطرح کنن. روح الله زم مرد، ولی حرفای خوبی میزنه، این اپوزیسیون خوب میشناخت. گویا اینا دو تا چیز میخوان، یک دنبال پولن، دو دنبال رسانن خودشونو مطرح کنن. اما حرفی که من خیلی پیشتر زدم سالهاست، البته خود آقای زم هم به همین درد ماجید خودش هم این کاره بود آخه، بدبختی. بله
خودش هم نقطه ضعف داشت، هم دنبال پول بود هم دنبال کثافتکاری بود، خب آخرش هم بردنش دیگه. اینها ما میدونیم، من سال هاست دارم میگم، خیلی سال، چند دهه است من دارم اینا رو میگم، بلکه دیدم با چشمای خودم. آقای دادرس، اینجا تو پرانتز من میخوام فقط به یه مسئله اشاره کنم. بعد از دستگیری و اعدام آقای زم، چون حالا از ایشون هم چند بار تو این برنامه هم اسم برده شد، شاید بد نباشه که اشاره ای بکنیم. بعضی ها، حالا مثل خانم علی نژاد، آقای جوانمردی، اینا کسانی هستن که به هر حال مشخصه که ریشهشون از کجاست و اینها هم به هر حال مشخصه اطلاعاتشون رو دست اول از کجا میگرفتن. آقای جوانمردی که اصلا با همین آقای زم همکاری میکرد تو یه سری گفتگوها، علنن میگفتن، خود آقای زم میگفتش که من الان زنگ بزنم با کله تلفن منو جواب میده و فلان و اینا. اونه که فکر میکنید که آیا قدم های بعدی جمهوری اسلامی بفعت داشت برای اینکه خودش رو یه مقدار سرش رو یعنی خلوت کنه از این همه کسانی که غلط یا درست دارن اطلاعاتی از داخل ایران به طرقی در میارن و به رسانه های خارج میدن؟ امکان داره که ما شاهد اتفاقات دیگه ای باشیم؟ خب این حدس رو خیلی مدت هاست میزنن و بی ربط هم نیست تا حدی. به نظر من مسئله ترور چه در خارج از کشور چه دستگیری رو بودن ادامه دار خواهد بود و من نمیتونم بیام مثلا بگم که درستم نیست، من بگم مثلا حدس میزنم که فلان شخص یا فلان شخص در خطر باشن، گفتن نداره، اما هر کس خودش بهتر میدونه که واقعا در خطر هست یا نه و چه کارهایی داره انجام میده. این هم به شما بگم که اخباری که در ایران خارج میشه، نه که اینا زرنگن میرن به دست میارن، نه چنین چیزی نیست، اینا دماغ خودشون هم نمیتونن بالا بکشن، یه مش هیاهو میکنه هوچی هم. کسانی هستن که بر اثر درگیری های داخل گروه ها با هم که میفتن به جون هم، این اطلاعات رو میرسونن به اشخاصی که در خارج بلنگو دارن یا حرفشون قابل توجه مردم هست. زم اصلا یکی از وظایفش همین بود، زم عامل بخشی از گروه داخل کشور بود و بازیچه خاندان هاشمی رفسنجانی بود و اینکه در سازمان این مهدی رفسنجانی، مهدی هاشمی که معروف به مهدی خرگردن بهش میگن، گردنش هم خیلی میخوره به همون جانور، که خارج بوده یه آدم لوده بازی در می آورد و آکسفورد برو این ور و اون ور از این حرفا، به هر حال بردنش مثلا ظاهرا زندانه. خب این به گفته یه شخصی به نام مازیار که از همکاران و نزدیکان آقای زم بوده، که خیلی هم به شدت ترسیده بود، با یکی از تلویزیون‌های فکر کنم ایران انترنشنال صحبت می‌کرد، میگفت مهدی هاشمی زنگ زد، من پهلوی زم بودم، صدای تلفن بلند بود، رو بلندگو بود، گفت حالا دیگه با ما هم بله، یعنی گله کرد از زم. برای اینکه مهدی هاشمی زمانی که اون شرکت نفتی رو داشت، فراورده های نفتی و گازی و فلان، زم رو با 22 سال سن، رو آدم بی سوادی بود، زم که سواد نداشت که، ای 7-8 کلاسی سواد داشت، با 22 سال سن کرده بود رئیس روابط عمومی شرکت نمیدونم چی چیه نفت و فلان ایران. شما نگاه کنید اینا با همن، یا آدم 22 ساله کدوم تحصیلات روابط عمومی کرده بود، اینا درس داره، ژورنالیست بود، کدوم تحصیلات رو کرده بود، این فقط فکر خوردن بود و زیر شکم و شکم و تخیلات. فلان یهودی گفته پنجشنبه صورتی بپوش، شمع صورتی روشن کن، جمعه آبی بپوش، و همسرش هم تایید میکرد، گواره آبی بپوش، شمع هم چی روشن کن، و اینا نه پدر سخت بازی خانم، حق بازیست، اینا در سر ملت رو گرم میکنن. شما نگاه کن میلیون ها نفر انداختن دوره خودشون،
الان هم یه سری دارن برای اینا آشورا و تاسوها گرفتن. چه چیزی، چه بساطی، خود اینا رو جمهوری اسلامی هدایت میکرده بخشش رو. اینا اختلافات در اون گروهی است. خب این اختلافات در این گروهی که به سپاه رسیده و ارتش رسیده، به اطلاعات رسیده، به بیت خامنه ای و آخونده و حوزه و اینها هم رسیده، اینها اصلا احمدی نژاد اینها بودن که یه سری اخبار رو که راست بود، یه سری بیگش دروغ بود، من خامنه ای 10 سال پیش برده میر طاهر اومده و گوشش اینطوری و دست انقدرش کوتاست و نمیدونم چونش که از این چرت و پرتا اینا میفرستن. شما فکر میکنه برای اون کسایی که شما اس بردید ایکس ایگرگ آمریکا فلان اونا دارن میفرستن. اگر جمهوری اسلامی میخواد جلو اینا رو ببنده باید بره دهن اونا رو ببنده، میدونه چه کسانی هم هستن، چون لابلای این اخبار، لابلای این اختلافاتی که درون رژیم هست، اینها دارن سوء استفاده میکنن، ازش فرص بهره برداری میکنن. چون خبرهایی که از ایران میاد همه مردم رو گیج کرده. شما نگاه کن خامنه‌ای 3 هفته گفتن نبود، حالا نمیدونم کجا رفته بود، حالا نمیخواست صحبت کن، گفتن مرد. تلویزیون لس آنجلسی اومد گفت خبر جدید موثق از زیر کرسی خامنه‌ای. خجالت هم نمیکشن با 60-70 سال سنشون. خامنه‌ای الان تو بخش CCU نمیدونم بقیت الله بستریه داره میمیره دیگه، نفس که آماده، شما فقط پولو بدید ما حمله رو میکنیم. شاهزاده و همین علنی ها با همین چرت و پرتا. بعد فرداش خامنه‌ای اومد شروع که صحبت کردن تو دهن اینا زدن، بعد گفتن نفسش تنگه دیگه داره میمیره، حالا نه تفته ولو نفسش از منم بهتر. البته اگه به حساب آقای زن باشه که ایشون بدنه خامنه‌ای. خب آره اون که گفتم این میر طاهره نفسش تنگی گرفته. خب معلومه 83-84 سالشه مریضه. خب نمیخواین یه آدم 80 خورده ای سال نفس یاد برید اون فیلم رو نگاه، هیچ چیش نبود. حرفا چیه؟ آقای دادرس، اگه آقای مهدی هاشمی رفسنجانی میدونید که یه روز پیش دوباره به اوین برگشت، 3 ماه مرخصی بود دیگه ایشون یه روز پیش ظاهرن، بله دوباره به چیز برگشته، به زندان برش گردوندن. من وقتی ایشون 3 ماه بیرونه، وقتی هر کسی رو که خودشون میخوان از داخل یه طوری اجازه خروج غیر قانونیش یا قانونیش به عنوان اپوزیسیون از ایران داده میشه، چرا افرادی مثل مهدی هاشمی پولم دارن امکاناتم دارن 3 ماه میمونه باز مثل چه میدونم آدم چه میدونم بی خاصیت دوباره برمیگرده زندان؟ چرا اینا از ایران خارج نمیشن واقعا؟ نه برای چی؟ مگه شما فکر کردی اینا بچه‌ن خارجشن از ایران؟ اینا پایه‌های انقلابن. زمان اینا خارج میشن که دیگه واقعا بدونن مرگشون حتمیه، جزء رژیم هن. اینا وایستادن که هنوز پست و مقام و پول و این چیزاشون رو برای چی خارج شدن؟ چی کار کردن؟ تو خارج چه برای اینا چی داره؟ مگه خارج نبودن اینا؟ اینا کلی سرمایه گذاری کردن تو خارج. موقعیت بچه های رفسنجانی در یک روز مبادا، اینو در نظر بگیم، در آینده خیلی بهتر از بچه های خامنه ایه. برای اینکه بچه های خامنه ای که حالا در قدرت هستن اگر روزی در درون خود رژیم تغییر هم بشه اونا رو تمام پاکسازیشون میکنن، برای اینکه خطرن. ولی اینا آدم های اصلا اهل زد و بند. و شما نگاه کنین اصلا یکی از اهداف زم کوبیدن خامنه ای و اون پسرش مشتبه بود. 80% حملات زن به خامنه‌ای و پسرش بود. به سود کی میشد؟ رفسنجانی، فامیل رفسنجانی. اون موقع که خود رفسنجانی هم زنده بود. اصلا این فرستاده بخشی اصلاح طلبان و خاندان رفسنجانی بود. اونا هدایتش میکردن. اینا باید چی خارج شن؟ خارج شن تمام موقعیت از دست بدن؟ مگه ما که خارج شدیم چی شد؟ مال خود رژیم هم. امکان نداره اینا بیان بیرون.
میدونید که رفسنجانی و خامنه ای زمانی که آخوندک بودن اوائل اینا وضعشون چیز نه، البته رفسنجانی به ساز بفروش بود، وضعش خوب بود. اینا یه خونه دو طبقه گرفته بودن تو تهران، یه طبقهش خامنه ای میشسته با بچه هاش و زنش، یه طبقهش هم رفسنجانی. اینا با هم بودن، رفیق بودن، این بچه ها با هم بزرگ شدن. ممکنه اختلافات ظاهری داشته باشن ولی اینا کودکیشون با هم بزرگ شدن. به این چیزایی که تو این رسانه ها نوشته میشه زیاد توجه نکنید. اینا شب که جمع میشن دور منقل همه با هم رفیقه. به تایید گفته شما ظاهرا سایت جماران، گزارش سایت جماران گفته که این 10 سال محکومیت آقای رفسنجانی چون تقریبا 5 سال بیشترش رو گذرونده احتمال داره که به آزادی مشروط ایشون به مرجع بره. خب دیگه بهتر. مگه این زندان بوده که حالا میبخشنش میاد بیرون؟ اینا کلی ارتباطات دارن. اصلا خانواده رفسنجانی، میدونی خود رفسنجانی اون بخشی از جناحی بود که ارتباطات گسترده با کشورهای خارج داشت، یعنی با امریکایی‌ها در تماس بود، با سعودی ها در تماس بود. یعنی اگر الان رفسنجانی زنده بود میتونست خیلی مسائل رژیم رو حل کنه، اهل معامله بود. اگه ترامپ هم میرفت با ترامپ هم مذاکره میکرد. اینایی که الان خوشمغزا هستن، رفسنجانی آس اینا بود در نظر، از نظر سیاسی. خب انتقال داده، من خبر دارم، انتقال داده به پسراش. البته رفسنجانی روی یکی از پسراش، دوست نزدیکی به من این اطلاعات رو داده بود، فقط همین اشاره میکنم، بیشتر هم نمیگم. رفسنجانی روی مهدی خرگردن زیاد حساب نمیکرد چون یه آدم لودهیه. اینایی که زیاد به شکم و اون چیزاشون اهمیت میدن، این مغزشون خوب کار نمیکنه. مثل خود این زم، اینا همش در حال نشخوار بود، یادمه هر وقت حرف میزنه یه چیز داشت دهنش میجنبید. ولی عهدش یاسر بود، تا همینجا بس دیگه. بله اینا بعد از خودشون پیشبینی هایی کردن برای اینکه اون سیستم و خاندان اینا بره و اون صورت نیست اینا اصلا متلاشی بشن. سپاس از وقتی که دادید. صحبت‌های خیلی جامعی بود، از آقای بسرا الاحوازیون گرفته تا مروری بر زندگی و مسائل آقای رفسنجانی و افراد دیگه. خیلی ممنون از فرصتی که دادید. امیدوارم در فرصت‌های دیگه بتونیم بیشتر موشکافی کنیم مسائل مختلف روز رو. سپاس از حضورتون. خیلی لطف کردین. منم به همه همیهنان، بینندگان و شنوندگان سپاسگزاری میکنم از اینی که برنامه رو نگاه میکنن، گاهی هم مطالعه مینویسن. البته خب اونایی هم که خب دشمنن که باشن، هیچ کاری هم نمیتونن انجام بدن. به هر حال من از شما سپاسگزارم که فرصتی میشه که یه مقدار مسائل رو، من بی پرده متو حرف میزنم، خیلی هم تعارف ندارم، روکم هستم و فکر میکنم برای بعضی دوستان جالب باشه، چون این اطلاعاتی است که من از نزدیک شاهد بودم، دیدم و میدونم. یعنی چیزی رو که خبر ندارم نمیگم و امیدوارم که همیهنان هم استفاده ببرن از اینا. روز شما خوش، تا برنامه آینده. بهترین.